همکارم الهام یزدی ها اینجا در استودیو همراه من شده. الهام دوباره یک بار دیگه اینه که ورزشکاران ایرانی نتونن با اسرائیلی مقابله کنند خبرساز شده. دقیقا بس. کاراته البته دفعه پیش هم همین تیم ملی کاراته بود که به خاطر حضور ورزشکاران اسرائیلی به مسابقات جهانی اعزام نشد. این بار به لیگ وان امارات اعزام نشده و در کنار این من پرداختم به حواشی مربوط به باشگاه استقلال که امروز خیلی پرحاشیه بود و با هم ببینیم بخی از این واکنش ها از امشب تیم ملی کاراته وان امارات متحده عربی جدیدترین اقدام مقامات ورزش ایران برای مسابقه ندادن ورزشکاران ایرانی مقابل ورزشکاران اسرائیلی این رقابت ها در حالی دیروز به پایان رسید که کاراتکاهای ایران علی رغم ثبت و سفر با هزینه شخصی به امارات به دلیل احتمال تقابل با کاراتکاهای اسرائیلی اجازه نداشتند در این مسابقات شرکت کنند این چهره این چهره سعید گنج زاده این مدال طلای المپیک توکیو از اولین ورزشکارانی بود که اعلام کرد به محل برگزاری مسابقه سفر کرده اما اجازه مسابقه دادن نداره گنج امروز هم این استوری که الان شما در این سر من می‌بینید رو منتشر کرد و انتقاد کرد از خبرنگاران و نوشت دوستان خبرنگار با تمام احترام وقتی تو سختی کنار قهرمانان نیستید لطفاً هر موقع نیاز دارید تماس نگیرید این استوری پس از این بود که مسابقه ندادن کاراتکاهای ایرانی در لیگه وان اونقدرها در رسانه های داخل ایران باستاب نداشت. اما گنجزاده در زمان برگزاری این رقابت ها هم نوشته بود تمام کاراتکاها دلیل مسابقه ندادنش را ازش میپرسند و اون چیزی نداره بگه جز دروغ. روزنامه شهر هم در گزارشی به نام خطر برخورد به اسرائیلیها این قسمت کاراته نوشته موزل مسابقه ندادن ورزشگاران ایرانی با نمایندگان اسرائیل در حالی دقدقه ورزش کشور شده که تبعات منفی اون هر روز بیشتر از قبل میشه در این گزارش اشاره شده که در سه ماه اخیر برای دومین بار به خاطر حضور اسرائیل فدراسیون کاراته قید شرکت در بین المللی رو زده اما از روزهای تلخ کاراتکاهای ایران سری بزنیم به حواشی داغ این روزهای تیم فوتبال استقلال وریا قفوری کاپتان تیم فوتبال استقلال امروز و در حاشیه تمرین این تیم به دلایل انضباطی و با تصمیم سرمربی آبپوشان در اختیار باشگاه قرار گرفته قفوری در واکنش به تصمیم مجیدی گفته فرهاد مجیدی بدون اینکه با من حرف بزنه در اختیار باشگاه قرارم داد واکنشها رو به این ماجرا در شبکه های اجتماعی ببینیم سینا حسینی در مورد انتشار خبر برخورد انضباطی با وریا غفوری در کانال تلگرامی باشگاه استقلال انتقاد کرده و به کنایه گفته خدا رو شک معنی مشکل خانوادگی و ضرورت خیشتنداری در حالت ناراحتی رو هم فهمیدیم اما این هوادار استقلال هم نوشته بازیکنی که تو این چند سال نماد مردمی بودن باشگاه استقلال شده بود رو دارن به سرنوشت مظاهری دوچار میکنن رشید مظاهری دیگر بازیکن استقلال بود که به خاطر اختلافش با مجیدی از این تیم کنار گذاشته شد و این هوادار استقلال این عکس رو از وریا قفوری منتشر کرده که روش اسم دختر آبی دیده میشه و در این باره نوشته آقای مجیدی دست گذاشتی روی ضعف هوادار اما ماجرای خدمت سربازی دو بازیکن استقلال هم دیگر موضوع جنجالی این باشگاه در روزهای اخیر بوده سییابش یزدانی و محمد حسین مرادمند دو بازیکنی هستند که با اعلام فریبرز محمودزاده مسئول کمیته نقل و انتقالات تا سی بهمن میتونستن عضو باشگاه استقلال باشند و از اول اسفند باید به سربازی اعزام میشدن و دیگه حق بازی در تیم آبیهای تهران رو ندارند اما با این حال همچنان باشگاه استقلال در مثلا که اعزام این دو بازیکن رو به تعویق بیاندازه این در حالیه که های داخل ایران گزارش دادن که فردا آخرین فرصتیه که دو بازیکن استقلال خودشون رو برای انجام خدمت سربازی معرفی کنند در غیر این صورت مشمول سربازان غایب شده و دیگه حق بازی ندارن اما هوادارای استقلال در این چند روز با هشتک حق قانونی استقلال خواهان نرفتن یا به تعویق افتادن اعزام این دو بازیکن به خدمت سربازی هستند هواداران استقلال فقط خواستار اجرای قانون هستند نه کمتر نه بیشتر و این هوادار هم با همین هشتک گفته حق قانونی استقلال اینه که تا پایان فصل اعزام به خدمت یزدانی و مرادمند رو به تعویق بندازند در مقابل هواداران پرسپولیس هشتک آزمون عدالت نظام وظیفه از سربازی این دو بازیکن نوشتن این کاربر با انتشار تصویر سیاوش و یزدانی اینطور واکنش نشون داده و به کنایه گفته این خنده ها نه به نظام وظیفه است نه به قانون این خنده به اون جوانانیه که فردا قراره از خانواده‌هاشون دل بکنن و هر کدوم به یه گوشه کشور برن برای خدمت سربازی این هوادار پرسپولیس هم معتقده که استقلال قهرمان بشو نیست و نوشته بدون رانت و مثل همه مردم ایران بازیکنهای مشمولتون رو بفرستید به سربازید اما با خبری که به عنوان شنیده ها در برخی از رسانه ها و کانال های هواداری داره دست به دست میشه هوایشی استقلال هم پررنگتر شده گفته میشه فرهاد مجیدی در تمرین تیم اعلام کرده اگه اگر بخوان یزدانی و مراد من را از استقلال بگیرن استعفا خواهد داد.